درود خدمت شما آقای همایون مهمنش، خیلی خوشحالم از اینکه به ما فرصتی دادید در رادیو جوانان امروز برای این گفتگو. خیلی به برنامه ما خوش آمدید. متشکرم از دعوتتون و امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشید. آقای مهمنش، مسئله ای که شاید برای بسیاری مهم اپوزیسیون خارج از کشور خصوصا یا حتی داخل کشور اینه که نقش سازمان های سیاسی در استقرار دموکراسی در ایران چی میتونه باشه؟ اگر البته میدونم پیشتر شما در یک برنامه راجع به این مسئله صحبت کردید، ولی میخوام دیدگاه خودتون رو به هر حال اول بیان کنید، بعدا ما به سوالات بعدی بریم. بله، ببینید، بی خود نیستش که میگن که احزاب پایه های دموکراسی هستند. یعنی که بدون داشتن احزاب و گروه هایی که برنامه های کوتاه مدت و استراتژیک دراز مدت دارن، تحقق دموکراسی خیلی خیلی مشکله به نظر من. و میبینیم هم در کشورهایی که احزاب وجود داشتن و تونستن فعالیت بکنن و یا فقط احزاب، نه که حتی سندیکاها، یعنی تشکلهای اجتماعی وجود داشتن که میتونستن فعالیت بکنن درست کار یا نسبتا خوب فعالیت بکنن، در اون کشورها مبارزه برای دموکراسی هم موفق بوده. حالا چه بعدن چه مشکلاتی داشتن و بماند، ولی به هر حال یک قدم بسیار عمده به جلو بوده. مثل مثال میزنم، مثل لهستان، مثل هند، مثل آفریقای جنوبی، مثل تونس، اینا همه کشورهایی هستن که تشکلهای سیاسی داشتن و در هنگام انقلاب و حرکتی که در جامعه به وجود اومد، این سازمان های سیاسی تونستن نقش درست خودشون رو ایفا کنن. اما مثلا میبینیم در کشورهای عربی که تعدادشون هم زیاد بود، در بهار عربی متاسفانه غیر از تونس اونهای دیگه به دموکراسی دست پیدا نکردن. تونس هم البته الان هنوز مشکلات زیادی داره، ولی که به هر حال یک قدم به جلو بود، قانون اساسی درستی تهیه کردن و الان یه نوعی حالا اونجا دموکراسی هست. اینی که علتش هم روشنه، علتش اینی که سازمان‌های سیاسی به مبارزات مردم نظم میدن، هدف میدن، جهت میدن، اونها مردم رو آگاه میکنن. یعنی شما یه فردی یه چیزی بنویسه، یک فردی یه چیزی بگه، خب بد نیست، ولیکن وقتی که به طور دائمی یک نیروی در جامعه باشه که روی اهمیت دموکراسی، اهمیت آزادی و رعایت حقوق انسان ها تکیه بکنه، این ارزش دیگری داره و نقش دیگری بازی میکنه. یکی از علل این که در بهمن 57 واقعا مردم به بیراه رفتن این بود که سازمان های سیاسی، مردم البته به بیراه نرفتن، معذرت میخوام، کسانی که رهبری رو به دست گرفتن متاسفانه لایق نبودند و میبینیم که مردم رو به بیراهه بردن و کشور رو به بیراهه بردن. اینها همش نتیجه این بود که سازمان های سیاسی امکان فعالیت گسترده نداشتن. اگر اونها امکان فعالیت گسترده داشتن و میتونستن با مردم ارتباط برقرار کنن، این مردم نمیرفتن دنبال گروه های مذهبی یا دنبال روحانیون که بیان اونها افرادی مثل خمینی رو بیان مطرح بکنن و بعد بیان این نماینده خداست، مردم رو گول بزنن و اینجور حقوق و آزادی های مردم رو پایمال بکنن.
نکته ای که مهمه تو این جریان اینه که سازمان های سیاسی اصلا ساخته شدن برای اینکه با خرد جمعی کار بکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه افرادی هستن با هم دیگه صحبت میکنن، مشورت میکنن و از این مشورت و صحبت هستش که یک سری اقداماتی برمیاد. در صورتی که وقتی که افراد باشند و یک فرد، معلوم نیست اصلا بتونه با جمع درست کار بکنه. شاید اصلا این یک نفر جدا فعالیت میکنه، جدا کار میکنه به خاطر اینکه نتونسته با جمع کار بکنه. اینه که و اداره کشور یک کار جمعیه، اداره کشور یک کار فردی نیست. شما باید صدای همه رو بشنوید، شما باید به همه مسائل گوش کنید، سعی کنید بر اونا راه حل پیدا کنید. اینو یه نفر نمیتونه این کار رو بکنه، باید یک جایی باشه که در واقع با هدف برنامه تصمیم گیری بشه و سازمان های سیاسی آگاهی میدن به جامعه. سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای مهمنش. شما فرمودید که احزاب پایه های دموکراسی هستند. این در حالت فرمول چیز جذاب و خوبیه و ولی از نظر تاریخی ثابت شده که کسانی که در احزاب هستند و مردم رو همونطوری که شما فرمودید که باید به مبارزات مردم جهت و هدف و اینا و حتی آگاهی های لازم رو بدن، بعضی وقتا وابستگی های افرادی که به اصطلاح از اعضای یا رهبران احزاب هستند بعضی وقت گنگه، خصوصا در مورد ایرانی ها من دارم صحبت میکنم. در یک همچین شرایطی آیا فکر نمی کنید که به هر حال به این مبارزات مردم هدف و جهتی داده میشه که اون افرادی که در احزاب خاصی هستند میخوان، همونطوری که شما اشاره کردید در بهمن 57 هم احزاب بودن، منتها در نهایت همون هدف به اصطلاح جهت غلطی که به احزاب به حرکت های مردم میدادن، ما دیدیم که کلا حاصل تمامی تلاش های مردم در سال 55 تا 57 رو برای اون آزادی که در نظر داشتن نه تنها از بین برد، بلکه ایران رو به خفقانی 100,000 مرتبه بدتر فرو برد. در این مورد چیه نظرتون؟ بفهمید. کاملا درسته. ببینید، این که احزاب پایه های دموکراسی هستن، این رفتی به این که ممکنه برخی احزاب رهبریشون وابستگی رهبریشون مثلا گنگ باشه یا احزابی وابسته باشن، حتی این مسئله رو عوض نمیکنه. این دیگه مردمن که باید ببینن کدوم احزاب، کدوم گروه ها، کدوم سابقه، کدوم شناسنامه، کدوم یکی رو میخوان و اونجا باید مردم تعیین کنن. و منتها این رو هم گفتم آقای مهمنش، میبخشید من اینجا اگه شما رو یک لحظه یک چیز رو اضافه کنم. ما متاسفانه با این ارتباط وسایل ارتباط جمعی امروز میبینیم که بعضی ها به اسم فعال سیاسی یا حقوق بشری سر و صدای زیادی را میندازن، هوچیگری میکنن، پول دارن، هزینه میکنن برای اینکه صداشون رو بیشتر بلندتر به گوش برسونن. خیلی ها مثلا شاید کار و هدفشون و به اصطلاح حزبشون خیلی بیشتر میتونه کارساز باشه، ولی شاید اون خمیرمایه ها رو ندارن، مثل پشتوانه مالی و یا اون شخصیت خاصی که هوچیگری بکنن، همیشه تو صحنه باشن، بالا پایین بپرن، داد بزنن. و متاسفانه ما میبینیم که میدیا نقش بزرگی داره این روزها بازی میکنه، یعنی خیلی وقته ولی مخصوصا در این چند دهه گذشته، در اینکه روی روح و روان و به اصطلاح باورهای مردم تسلط پیدا بکنه. این رو شما چه نوع به اصطلاح عارضه‌ای میبینید در حقیقت برای اینکه مردمم به هر حال متاسفانه هر چیزی رو که ظاهر قضیه رو میبینن باور میکنن؟ میدونید، بفهم.
بله کاملا درسته. متاسفانه رسانه هایی که امروز دارن علیه جمهوری اسلامی و اخبار رو پخش میکنن تا حد زیادی یک جهته برخورد یک طرفه برخورد میکنن و کوشششون اینه که ببینیم که خیلی تکیه میکنن روی افراد و اون صحبتهایی رو که احزاب و گروه های تشکلهای سیاسی میکنن اصلا به اونها توجه ندارن. شما میبینین یه فرد وقتی که یه چیزی یک بیانیه ای میده بلافاصله تمام این رسانه ها شروع کنن اونو پخش کردن و اعلام کردن و اینها، در صورتی که اگر که سازمان های سیاسی بهترین اعلامیه ها، بهترین موضع گیری ها، بهترین حرف ها رو هم بزنن باز هم میبینیم که هیچ انعکاسی نمیدن. این متاسفانه یک کار غیر حرفه‌ایه از طرف این افرادی که تو این رسانه ها هستن، نه فقط غیر حرفه‌ایه بلکه غیر دموکراتیکه، یعنی اینکه واقعیات رو کوشش سعی میکنن یا واقعیات رو حالا سعی میکنن یا نه، به هر حال واقعیات رو جور دیگه نشون میدن و اون جایگاهی که باید برای تشکل‌های سیاسی قائل بشن قائل نیستن. تشکل‌های سیاسی اهمیتشون همونجوری که عرض کردم در اینه که در شرایط مختلف برنامه دارن، فکر دارن، نظر دارن و پیشنهاداتی دارن که روی اون کار شده، جمعی کار شده. یه عده آدم های با سابقه، یه عده آدم های که تجربه سیاسی دارن نشستن این کارها رو کردن، این پیشنهادات رو ارائه میدن. بعد اون وقت شما بیان اینا رو بذارین همه رو کنار، یه فرد یا افرادی رو که خب اونها هم نقش دارن تو مبارزه، من انکار نمی کنم، ولی شما بیان فقط روی اونها فوکوس کنید و این کاریه که متاسفانه این رسانه ها می کنن و حرف شما کاملا درسته. این خیلی خیلی به ضرر ماست، برای اینکه این مسئله دموکراسی رو به هیچ وجه پیش نخواهد بود، کمک نمی کنه. برای اینکه مردم بالاخره باید جایی برن که تجربه سیاسی هست. ببینید یک هنرمند بگیم، یک هنرمند خیلی کار هنر زیادی داره. من به عنوان یه آدم سیاسی نمیتونم یه هنرمند بشم، برای اینکه تجربهش ندارم، وقت میخوام. همینجور یک هنرمند خیلی مشکله که بیاد بخواد فقط بخواد کار سیاسی بکنه. یعنی هر کسی باید کارو که بلده بکنه. و این در مورد موارد دیگه، مثلا یه نفر روزنامه نگار باید کار روزنامه نگاریشو بکنه و نه اینکه و تحلیل کنه شرایط، منتها نه اینکه بخواد بیاد بدون این که مشورتی باشه، بدون که خرد جمعی باشه بیاد بخواد در واقع خط سیاسی بده و غیره. ببینید این سازمان های سیاسی سالها کار کردن، هر هفته نشستن افرادش با همدیگه صحبت کردن، بحث کردن، نظر دادن، بالا پایین کردن، از وقتشون گذاشتن، از زندگیشون گذاشتن. اینها شما میدونید که توی ایران همیشه کار فعالیت سیاسی با دادن هزینه روبرو بوده، چه در ایران، در ایران که مرتب تحت فشارن افرادی که سیاسی هستن و امکان هیچ کار درست حسابی تماس با مردم رو ندارن، در خارج از کشور هم به هر حال هر کی فعالیت جدی میکنه نمیذارن اصلا، یعنی نمیتونه بعدش بره ایران، یا اینکه اگر بره با مشکلات بسیار شدید روبرو میشه. اینا همش هزینه است دادن اینها برای اینکه یه پایه هایی رو بذارن که این پایه ها خدمت به مردم باشه. این تشکل های سیاسی ما همشون یک عده آدم های علاقمند به میهنشون بودن، به مردمشون بودن که اومدن جمع شدن و تمام کار
ببینید شما افراد میان امروز یه کاری میکنن، فردا خسته میشن ول میکنن میرن، ولی تو سازمان های سیاسی افرادی که هستن بودن اینها تداوم کار مهمه، یعنی تمام مدت اینها نشستن و دارن کار میکنن برای پیشبرد اهدافشون. بله آقای مهمنش، مسئله اینه که میبخشید اگه اینجا من بتونم این رو اضافه کنم که شما فرمودید بسیاری زمانشون رو گذاشتن، سالها به هر حال ساختارهای چه میدونم اساسنامه ها نوشتن، نمیدونم ایده هایی دادن برای اینکه به هر حال در آینده ایران چطوری میشه یه حکومتی که کاملا دموکراسی باشه پایه هاشو گذاشت، ولی ما میبینیم که برای بعضیا متاسفانه حتی با اشتباهاتی که کشورهای غربی میکنن و متاسفانه ما میبینیم که به طور مثال باز اشاره میکنم به مسئله ای که تو صفحه خود شما بوده که آلمان یه بودجه 900 هزار یورویی به آقای پسر آقای صادق طباطبایی داده بوده که عدنان طباطباییه و ایشون به اصطلاح داره چه میدونم راجع به مسائل ایران به وزارت امور خارجه آلمان مشورت میده. آیا شما فکر نمی‌کنید که مثلا همین مسئله و بسیاری از جوایز نمیدونم اسکار بگیم، جوایز حقوق بشری بگیم، همه اینا ما میبینیم که متاسفانه کشورهای غربی به اشتباه تو بیراهه هستن، همونطوری که ثابت شد که خانم آن سوان سوچی رو به خاطر کارنامه پدرش خیلی بزرگ کردن و بردن قدرت دادن. توی برمه ما دیدیم که نه تنها دموکراسی نیومد بلکه قتل عام بسیاری از افرادی که تو اقلیت مذهبی بودن تو همون برمه به وجود اومد. یعنی این منظورم انتخاب های اشتباه کشورهای غربی در حمایت و حتی فایننس کردن بعضی از شخصیت های سیاسی هم یکی از معضلات کار، درسته؟ یا نظر شما چیه؟ کاملا درسته. ببینید ما تا این رو این تصور که اینها از روی بدجنسی یا اینکه چیز میکنن این نیست، اینها میبینن مثلا خانم سانسوچی نه من منظورم اینه که یا به کارنامه خانوادگی طرف نگاه کنن یا با اطلاعات غلطی که بهشون داده شده، صرفا چون هر کسی که میره زندان که نمیتونه یه انسان آزادی خواهی باشه، ولی اینکه دلیل رفتنش به زندان مسائل سیاسی باشه. یعنی یک آدمی که افکار دیکتاتوری داره و یا حتی افکار غیر دموکراسی داره میتونه به عنوان یه زندان سیاسی گرفته بشه بیفته توی زندان، میدونید چی میگم؟ اونه که این عدم تشخیص یا راهنمایی غلطی که کشورهای غربی میشن برای اینکه یه افراد خاصی رو یه عده هول میدن جلو، میشناسونن به اونا و اونا میشن الگوی این کشورهای غربی، میگن خب اگه علی بره ولی رو میذاریم جاش مثلا، ولی مشخصه تو ولی هم چه کار هست، میدونید من منظورم مونه بفهم. کاملا درسته. ما هیچ کس همونجوری که فرمودین هیچ کس مثل خود مردم ایران مسائل و مشکلات و افراد رو نمیشناسن. اونها میان بر اساس به اصطلاح اتمسفر یا شناخت یا تبلیغاتی که میشه افراد رو پشتیبانی میکنن یا بر اساس منافعشون. اونها منافعی دارن، میخوان که مثلا فرض کنید که در جنگ اوکراین وقتی که ایران شرکت میکنه یکی از علل مخالفتشون اینه، هزار مسئله هست. منتها چیزی که هست این همونجوری که عرض کردم، این نیروهای درون کشور، نیروهای کشور هستن، نیروهای سیاسی یک کشور هستن که باید با این برخوردها، با این جریانات مقابله بکنن و سعی بکنن که مبارزات رو به راه درست بکشونن. این با افراد و اینا نمیشه. شما میبینید این افرادی که صحبت میکنن، آقای مهمنش شما توصیتون برای اینکه مردم بتونن این مسائل رو از بیراهه به راه درست بیارن چیه؟ چه کار باید بکنن به نظرتون؟ من فکر میکنم که مردم باید واقعا توجه بکنن به مسئله تشکل‌های سیاسی و اینکه این تشکل‌های سیاسی رو به نظراتشون، به پیشنهاداتشون، به کارهاشون بیشتر
به اصطلاح توجه کنند. باید بیشتر از این سازمان ها پشتیبانی کنند. باید جوان ها، خانوم ها بیشتر به این سازمان ها بپیوندند. باید هر چقدر ما متشکلتر باشیم، هر چقدر با هم وابسته تر باشیم، نیرومندتر خواهیم بود. اصلا نیرو یعنی تشکل. تشکل وقتی نباشه نیرو هم نیست. شما نقش داشتن یک به اصطلاح بکراند مالی محکم رو برای اینکه تشکل ها بتونن پایه هاشون رو قرص بکنن و صداشون رو در وسعت بیشتری به گوش مردم برسونن، رسانه هایی داشته باشن مثل خیلی از تشکل های دیگه، فکر میکنید آیا واقعا مسئله مالی و یا به اصطلاح نبود به اصطلاح منابع مالی یکی از دلایلی نیستش که پول دست یه گروهیه که اهدافشون نامشخصه، اون گروهی که واقعا دنبال آزاد کردن ایران و ملیگرایی و ساخت ایران هستن دستشون پول و پله ای نیست؟ این چقدر میتونه مهم باشه؟ کاملا مسئله مهمیه. خوشبختانه امروزه یه مقداری از این مشکلات گرد همایی ها و اینها توسط اینترنت و جلساتی که تو اینترنت گذاشته میشه برطرف شده. اون سرمایه های زیادی رو که برای جمع آوری و گروه گرد آوردن افراد و اینها بود اونقدر دیگه لازم نیست، اما برای رسانه ها کمک های مالی خیلی اهمیت داره. ما میبینیم که هر سازمانی نمیتونه این اصلاح تلویزیون ها رو داشته باشه. ما رفتیم یک تلویزیونی رو مثل تلویزیون اندیشه، مثلا سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، رفتیم یک تلویزیونی رو کرایه کردیم، پول میدادیم و ماهانه، بعد دو ماه هم پول جلو دادیم به این تلویزیون اندیشه آقای پیرزاده. اینجا میتونم بگم متاسفانه ایشون هم پول رو برداشت و همین که تلویزیونش رو بست و ما الان اون تلویزیون رو هم نداریم. ولی خب وقتی که تلویزیون های خیلی ثروتمند مثل ایران اینترنشنال فلان 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 تبلیغاتی میکنن برای گروه های خاصی مثلا سلطنت طلب ها، عقبه مالی اینجور رسانه ها مشخصه. من و تو باشه، ایران اینترنشنال باشه، اونا اصلا مشخصه چه کسایی از پشت کارگردان و اسپانسر مالی هستن. ما اصلا، ولی متاسفانه مردم هم صدی 99 اون رسانه ها رو دنبال میکنن چون اونا همیشه تو چشمن. بله، برای اینکه خب اخبار هم میرسونن، این اخبار رسوندنشون مثبته در مواردی، ولی به طور کلی سیاست کلی که دارن اینی که افراد و کارهای فردی و گروه های خاصی رو خیلی گنده میکنن و به کار سیاسی و فعالیت های سیاسی، تشکل های سیاسی که اونها هم دارن فعالیت میکنن، اون اهمیتی رو که باید نمیدن. این مشکل اینجاست. و این هم البته هدف دارن، برنامه دارن، افرادی رو میخوان ترجیح میدن که اونها بیان به اصلاح سر کار به قدرت برسن. اینی که این سیاست رو متاسفانه دنبال میکنن و این کاریه که به نظر من غیر حرفه‌ایه و غیر دموکراتیکه و به هیچ وجه مورد قبول نیست. برای اینکه ما قشنگ احساس میکنیم، میبینیم مثلا همین سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور یک کنگره داشتیم اخیرا. در این کنگره کلی پیام به سازمان ها و جریان های دیگه کشور دادیم، منتها شما میبینید کوچکترین انعکاسی در این تلویزیون ها پیدا نکرد. حتی پیام هایی که مرتب داده این کنگره به این و اون و میبینید که هیچ گونه انعکاسی نیستش. ولی مثلا فلان فرد یک کلمه میخواد، یه چیزی به اصطلاح داره، بلافاصله این تلویزیون ها و هم دارن نشون میدن و گنده میکنن و بله اتحاد پیدا شده و فلان شده و اینا. الان 6 تا گروه جمهوری خواه دارن با هم دیگه همکاری میکنن حالا به هر حال، و امیدواریم که اینها بیشتر هم بشن. منتها
شما میبینید که هیچ انعکاسی نداره توی این برنامه های اینا. فوق فوقش مثلا این اعلامیه که داده میشه یه دفعه میخونن تمام میکنن میره. این مسئله بسیار ناجوریه، بسیار بدیه و باید با این مقابله کرد. ما تا اون حدی که بتونیم سعی میکنیم که به هر حال تلویزیون بگیریم، نمیدونم برنامه رسانه‌ای داشته باشیم، منتها میبینید که چه مشکلاتی هم اونجا برای ما ایجاد میشه و ایجاد شده. اینی که اون امکانات رو البته ما هیچ وقت نداریم. آقای مهمنش میبخشید، اگر در پایان چون وقت محدودی ما داریم، شما به عنوان یک تشکل سیاسی در مورد اعدام‌های اخیر در ایران که معترضین رو 4 تاشون اعدام کردن، چندین زندانی دیگه هم در معرض اعدام هستند، چه کارهایی، چه قدمهایی برداشتید به عنوان یک تشکل سیاسی در ارتباطاتی که به هر حال چمیدونم با پارلمان اروپا دارید احتمالاً، یا با چمیدونم چهرهای شناخته شده آلمان در پارلمان آلمان و اینا؟ بفرمایید. ببینید، در مورد اعدام ها بارها ما بیانیه دادیم، نوشتیم، گفتیم. بعد علاوه بر این دوستان ما در کشورهای مختلف تو تظاهرات شرکت کردن یا تظاهرات خودشون راه انداختن. ما از تمام این حرکت هایی که شده علیه این اعدام ها پشتیبانی کردیم. توی هر اکسیونی که ممکن بوده دوستان ما شرکت کردن و این همصدا با تمام هموطنانمون و این کاری بودی که خوشبختانه متحدانه انجام گرفته. ما امیدواریم که همبستگی و اتحاد بیشتر بشه. منتها نیروهای دموکرات با نیروهای دیگری متاسفانه هستند که هنوز به دیکتاتوری های گذشته یا دیکتاتوری های امروز، دیکتاتوری امروز یه خود تکیه دارن. اینه که باید ما به عنوان نیروی دموکرات نگاه کنیم ببینیم که با کدوم نیروها میشه دموکراسی رو در ایران حاکم کرد و با این نیروها هم سعی میکنیم که همکاری کنیم. اینها بیشتره، یعنی گروه هایی که هستن که الان در این چند گروهی که با هم دیگه با عنوان جمهوری خواه همکاری میکنن جمع شدن و امیدواریم که روز به روز این مرکز سر و گسترده تر بشه. سپاس از توضیحاتتون. در خاتمه آقای مهمنش، خبر اعدام آقای علیرضا اکبری معاون پیشین وزارت دفاع که محکوم بوده به جرم جاسوسی برای بریتانیا، ایشون دو ملیتی هم هست، ایرانی به اصطلاح بریتانیاییه، که خیلی جالبه که از سران نظام دو ملیتیه، همون چیزی که خیلی از مردم دائما به اصطلاح فغان میکنن توی رسانه، میکردن و میکنن توی رسانه ها، و الان هم ما میبینیم وزارت امور خارجه بریتانیا به اصطلاح خط نشون کشیده برای جمهوری اسلامی که شما حق ندارید ایشون رو اعدام بکنید و بعد آزادش کنید. این مسئله که ایشون رو دستگیر کردن و به اصطلاح پرونده هاش رو آوردن رو آب و الان هم حکم اعدام دادن رو، شما چجوری برداشت، یعنی میتونید تحلیل بکنید اگه خیلی کوتاه باشه؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی شروع کرده به خونه تکونی داخلی، یعنی اون کسایی رو که فکر میکنه به بیرون دارن اطلاعات میدن یا به اصطلاح خبر رسونی میکنن و میخواد خفه بکنه به غیر از مردم عادی؟ ببینید، به هر حال چیزی که مهمتر از همه است اینه که دادگاه های جمهوری اسلامی متاسفانه دادگاه های جمهوری اسلامی رو اصلا نمیتونن یک قضاوت صحیح بکنن و ما اعتقاد داریم که این ایشون هیچ وقت جرمش اثبات نشده در این دادگاه ها و این به معنای اینه که ما از حقوق ایشون دفاع میکنیم، هر کسی که باشه در مقابل دادگاه های جمهوری اسلامی. یک. دوم این که همیشه ممکنه که یه سری افرادی باشن که
اینها به خاطر موضع‌گیری هایی که میکنن، به خصوص الان که میدونیم در سپاه و در نیروهای انتظامی افرادی هستند که با این کشتاری که اینا میکنن مخالفن. اینها به هیچ وجه موافق این کشتار و این جنایات نیستن و اومدن بعضیشون با هم قطاران خودشون صحبت کردن، چیز کردن اینها، و اینها رو سعی میکنن که به نوعی خونسا بکنن، از بین ببرن. این هم میتونه باشه، مسائل دیگه هم میتونه باشه. اینو به هیچ وجه نمیشه با ادعای جمهوری اسلامی، چون این یک حکومت دروغه و اینها هر روز یک دروغ جدیدی به اسلام و میبینیم که میگن، و میتونه این مسائل هم باشه که به ایشون تهمت میزنن. فقط یک دادگاه صالحه و دادگاهی که به طور جدی واقعی به حقایق به پردازه میتونه این مسائل رو آشکار بکنه. هیچ معلوم نیستش که ایشون اصولا گناهکار باشه. سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. تا فرصتی دیگه از خدمتتون مرخص میشیم. بدون خیلی ممنون از دعوتتون.